بزرگ شده توسط گورک‌ها سریال درام علمی تخیلی شبکه HBO Max است که دو قسمت ابتدایی آن توسط ریدلی اسکات، کارگردان فیلم گلادیاتور، کارگردانی شده است. داستان این سریال درباره دو ربات هوشمند به نام‌های پدر و مادر است که پس از نابودی زمین توسط حکومت‌های دینی، وظیفه تربیت فرزندان انسان را در سیاره مرموز و عجیب کپلر 22b بر عهده دارند. کلونی در حال رشد بشر و همچنین پرورش عقاید آنان توسط چندین راهب انجام می شود و طولی نمی کشد که ربات های داستان می فهمند کنترل عقاید انسان کار دشواری است و با چالش های زیادی در مسیر روبرو می شوند. جنگ های زیادی در مسیر آنان قرار می دهد. هسته داستانی سریال بزرگ شده توسط گورک ها را مفاهیم دینی و مذهبی تشکیل داده و در این سریال شاهد نبرد دو سوی خیر و شر خواهیم بود. چیزی احساس کردم. هیلو برگرفته از بازی ویدیویی با همین نام به شخصیت مستر چیف میپردازد. مستر چیف ها؟ ما مستر چیف رو فقط برای یک هدف تربیت و آموزش دادیم. اتفاقات این سریال در آینده بشر و در سال 2055 روخ می‌دهد که نبرد با فرازمینی‌ها در سیارات دیگر را به تصویر کشیده است. یه حس متفاوت دهند. کاری که اونا با ما کردن ما رو به اینی که هستیم تبدیل کرد. نگاهی جذاب به بشر و اختراعاتش در فضا و سیارات دیگر که بیننده را با خود تا انتهای داستان همراه می‌کند. هیلو با سکانس‌های اکشن، جلوه‌های ویژه قابل قبول، کارگردانی و ایفای نقش‌ها رضایت بخش ظاهر شده است. هرچند برخی پراکندگی و رهاشدگی‌ها در طول داستان بی‌پاسخ مانده، اما نگاه به پیشرفت‌های بشر در آینده ایده خاص بازی و این سریال است که به خوبی به نتیجه رسیده است. نابودی انسان‌ها، نابودی کووننت هاست. نیروهای دیگه ای تو اینجا در جریانه، به همراه شیاطینی قدرتمند که آدم های بیگناه رو میکشن. سریال هل استورم بر اساس ضد قهرمان‌های مارول کامیکس به نام‌های دایمون و ساتانا هل استورم ساخته شده است. دایمون با بازی تام آستن و ساتانا هل استورم با بازی سیدنی لیمون فرزندان یک قاتل سریالی قدرتمند هستند که بدترین انسان‌ها را با توانایی‌های منحصر به فرد خود شکار می‌کنند.
در طول روز دایمون استاد اخلاق است، اما در طول شب او به دنبال مبارزه با دنیای تاریکی و پنهان است و تلاش می کند تا از شر شیاطین خلاص شود. آنا هم که یک خانه حراج را اداره می کند در تلاش است تا به ماجراجویی برادرش اضافه شود. فصل اول سریال هل استورم در 10 قسمت آماده پخش شده است. این سریال یک داستان مستقل در دنیای سینمایی مارول را روایت می‌کند. ما با موجوداتی از دنیاهای دیگه جنگیدیم و اونا را از اینجا دور نگه داشتیم. My body is a cage. تا عشق مامانی تو رو پیدا کن. آخرین چیزی که این دنیا بهش نیاز داره سریال مرد شنی، جدیدترین اثر اقتباسی از کمیک‌های دی‌سی به شمار می‌رود که توسط سرویس آنلاین نتفلیکس ساخته شده است. در این سریال، تام استاریج نقش اصلی داستان به نام سندمن یا مورفیوس را بازی می‌کند و در کنار او نیز چهره‌های آشنا و برجسته‌ای همچون گویندولین، کریستی، بویت، هالبروک، چارلز، دنس، جنا، کولمن و تعدادی دیگر نقش آفرینی می‌کنند. سریال سندمن پیرامون موجودی بسیار قدرتمند به نام دریم یا رویاست که علاوه بر سندمن یا مرد شنی به نام مورفیوس هم شناخته می شود. مورفیوس تجسمی زنده از رویاهاست و عضوی از خانواده است که به نام اندلس یا بی انت ها شناخته می شوند. قدمات مورفیوس به همان اندازه خود هستی است. در حقیقت زمانی که اولین شکل زندگی توانسته رویا ببیند، مورفیوس شکل گرفته است. او قدرت‌هایش را از رویاها می‌گیرد و می‌تواند آنها را بر طبق خواسته‌های خود تغییر بدهد. واندا و ویژن، به نظرت ما یه زوج عالی نیستیم؟ اینجا الان خونم و من می‌خوام خودمونو باهاش سازگار کنم. واندا ویژن مینی سریالی اینترنتی آمریکایی است که جک شیفر برای دیزنی پلاس ساخته است و بر اساس شخصیت‌های مارول کامیکس واندا ماکسیموف، اسکارلت ویچ و ویژن ساخته شده است. این مجموعه در دنیای سینمایی مارول تنظیم شده و داستانش را با فیلم‌های فرانچایز به اشتراک می‌گذارد. وقایع این سریال پس از فیلم انتقام جویان پایان بازی 2019 رخ می‌دهد. الیزابت آلسن در نقش واندا ماکسیموف، پول بتانی در نقش ویژن، کت دنینگز در نقش دارسی، راندال پارک در نقش جیمی وو و کاترین هان از جمله بازیگرانی هستند که در سریال واندا ویژن حضور دارند و به ایفای نقش پرداختند. این سریال توسط مارول استودیوز ساخته شده است. Bye.